اجلاس شورای ملی مقاومت ایران در 42 سالگرد تأسیس شورا. از خواهرم بدری درخواست میدم که گزارش خودشون رو بدم. بفرمایید. ظرف 2-3 ماه اخیر اونقدر اوضاع و تحولات متحول بود که برخی مواقع واقعا ما ظرف 1 ساعت چندین حادثه داشتیم که همه برنامه‌هامون رو یا به هم ریخت یا جابجا می‌کرد یا به نقطه صفر برمیگردون. یعنی یک کاری کرده بودیم دوباره به نقطه صفر برمیگشتیم. در یک جمله میتونم بگم که فقط به یمن رهبری خواهر مریم و رهنمودهایی که با وجود حوادث متعدد تو فرانسه و آمریکا و آلبانی دادن به ما، کهکشانی فراتر از در واقع کهکشان‌های گذشته خلق شد. توی این کهکشان ما شاهد سطح جدیدی از کار جمعی در صفوف سازمان و شورا و اشرف نشون‌ها بودیم که تونست به همه چالش‌های سیاسی و امنیتی و اداری و حقوقی غلبه بکنه. همینجا باید سپاسگزاری عمیق خودم رو از خواهر مریم واقعا به خاطر رهبری و فرماندهی ثانیه به ثانیه این جنگ سنگین بکنم. به خاطر اینکه ثانیه به ثانیه واقعا این جنگ سنگین رو رهبری می‌کردن به صورت خستگی ناپذیر، همزمان این کارزار رو تو 100 جبهه پیش می‌بردن، بعد با آموزش مستمر و نوآوری و پاسخ‌های مشخص برای همه تضادها و مشکلات راهگشایی می‌کردن. به لحاظ سیاسی امسال ما از یک طرف یک قیام عظیم و پشت سرمون داشتیم، از طرف دیگه یک جنگ سیاسی فشرده با توطئه‌های ارتجاعی و استعماری را از سر گذرانده بودیم. بنابراین کهکشان باید با این پیشرفت‌ها متناسب بود. حمله به اشرف هم که این موضوع رو جدی‌تر می‌کرد. در واقع اگه بخوام بگم هر سال کهکشان چند روزه بود، امسال به طور واقعی اگه بخوام دقیق بگم 45 روز اخیر هر روز حداقل یک کهکشان داشتیم. حالا من به برخی وجوه اون اشاره می‌کنم. یکی اینکه به لحاظ سیاسی حمایت گسترده پارلمان‌ها بود که بخشی از کارزار کهکشان امسال بود. از 61 پارلمان در 40 کشور و همچنین بیانیه‌های حمایت رهبران کشورها برندگان جایزه نوبل بر روی بیانیه حمایت از 10 ماده‌ای که 29 پارلمان به اکثریت رسید. واقعیت اینه که تو محتوا و در کمیت امسال کاملا متفاوت بود. برادر بهنام یه مقداری توضیح دادن، چون توی هر پارلمانی که می رفتیم هم زایده های شیخ هم باقی مانده های شاه مشغول سمپاشی بودن. برادر طاهر هم الان توضیح دادن که اصلا بسیار عجیب بود، مثلا نمونه فرانسه به دلیل تمام فعالیت هایی که ازداد مجاهدین تو پارلمان ها راه انداخته بودن، ولی با انرژی گذاری تک تک مسئولین و همچنین اشرف نشان ها و خود شما با هزاران نامه و ملاقات بدون اغراق در سرما و گرما این امضاگیری انجام شد و همچنان که گفتم 29 تاش به اکثریت رسید که جزئیاتش رو مسئولین مربوطه توضیح میدن. در مورد محل کهکشان بحث از چند ماه قبل مطرح بود. البته مشخص بود که با توجه به مذاکرات رژیم با کشورهای غربی بر سر برجام و گروگان‌ها کار تو پاریس سخته و پیشاپیش می‌دونستیم که حتما با کارشکنی‌های زیادی مواجه خواهیم شد. اضافه بر اینکه امسال هم سال قیام بود و بحثی که داشتیم این بود که تظاهرات در کف خیابون متناسب تر با قیام. لذا امکانات مختلف و برای گردهمایی و تظاهرات خیابونی همه اینا بحث و بررسی شد. بعضاً طراحی برخی اجرا توی سالن‌های متعدد در زمین‌های استادیوم متعدد همه اینا روی میز بود، ولی در نهایت دست آخر دو تا پروژه مکمل ماده شد. یکی تظاهرات تو پاریس، یکی هم گردهمایی. هر کدوم از این دو تا پروژه هم به لحاظ لوجستیکی، هم سیاسی و هم حقوقی مشکلات اساسی داشت. اما در مورد هر دو برنامه، چه تظاهرات و چه تجمعی، فراتر از لوجستیک حل و فصل مسائل سیاسی اون بود. تو شرایطی که آمریکا و اروپا درگیر مذاکرات با رژیم بودن،
مشخص بود که خب نمیخوان با برگزاری کهکشان رژیم رو عصبانی کنن. پس ما انتظار داشتیم که هم در مورد تظاهرات هم در مورد گرد همایی مشکلات زیادی برای ما آفریده بشه. برای تظاهرات کمیته اسپانسر کهکشان از ابتدا به ریاست آقای لوگاره درخواست تظاهرات رو ابتدا اجازه رو در شام دو ماکس که کسانی که با فرانسه آشنان میدونن اون محل بزرگی در اونجا درخواست داده بودن، اما ارگانهای مربوطه بعد از رفت و برگشت همین که توضیح دادن گفتن که این زمین شهرداری داره و کار پیچیده میکنه. خود این ارگانها به ما ووبان پیشنهاد دادن، میدون ووبان که همینی که برنامه اجرا شد که ما در واقع عوض کردیم، با وجودی که طراحی‌های تو اون هفته شده بود، یعنی یک سری قراردادها بسته شده بود، طراحی‌هاش پیش رفته بود، ولی به دلیل تضادی که مطرح شد به ووبان منتقل کردیم. اجازه تظاهرات از همون اول تو ووبان هم با مشکل و کارشکنی مواجه بود که به طور خلاصه من رد میشم چون برادر سنا توضیح دادن. در واقع از تاریخ 22 می ما درخواست اولیه‌مون تو شام دو ماکس بود، بعد از اون اول شوهن به با توصیه پلیس به میدان ووبان منتقل کردیم که وقتی 24 جوان پرفه لغو تظاهرات رسما به کمیته اعلام کرد، کمیته برگزاری و جوامع همچنان که گفتن شکایت و سریع و سر رفتن ثبت کردن، خواسته ما این بود که طوری بشه که دادگاه زودتر تشکیل بشه، ولی متاسفانه دادگاه رو به پنجشنبه 29 جوان انداختن که این اختلال زیادی توی تمام کل برنامه های ما ایجاد کرد. از بابت ایرانی ها ادهی دیگه بدون توجه به اینکه چی شده چی نشده راه افتادن اومدن، یه ادهی هم سفرشون رو کنسل کردن. مسئولین مستمر تماس میگرفتن که چیزی کنسل نشده، چون فضای مطبوعات همه این بود که کنسل شده دیگه. طرف های قرارداد ها تمام قراردادهای لوجستیک از سن، صوت، فیلم، اتوبوس ها همه حرکتشون رو مشروط کرده بودن به اجازه، یعنی حتی وقتی که حکم دادگاه اومد حکم رو کافی نمیدونستن و دنبال اجازه بودن. به همین دلیل یک سری قراردادهاشون وقتی که اجازه داده نشد، یعنی چون ما حکم دادگاه رو دادن بهمون ولی اجازه طبق روال رو ندادن، بنابراین خیلی شرکت‌ها اجازه به دست نیاوردن، قراردادهاشون رو کنسل کردن. در نتیجه ما اون دو سه روز آخر دوباره مجبور شدیم یک سری قرارداد جدید ببندیم. جمعه 30 جوان که دادگاه به نفع برگزاری تظاهرات رأی داد، از ظهر جمعه 30 جوان تا ظهر شنبه 24 ساعت فرصت بود که ما در واقع تمام قراردادها و حرکت افرادی که نیومده بودن همه اینا رو بخوایم دوباره کانفرم کنیم 24 ساعت در واقع وقت داشتیم. از اون طرف هم پرفه فضای ایجاد کرده بود که کنسل شده، یعنی برنامه کنسل، رسانه ها روزنامه هم همین رو میگفتن که برنامه کنسل شده. حتی تماس هایی با شرکت هایی که قرارداد داشتیم گرفته شده بود که این تظاهرات برگزار نمیشه و شرکت ها قراردادهاش رو معلق نگه دارن. مثلا یه نمونه ساده شو بخوام بهتون بگم که اشاره کردن که صبح ساعت 5 در واقع رفتن بچه‌ها برای اینکه سن و اینا رو برپا کنن، شب قبلم کانفرم کرده بودن. 5 صبح شرکت سن اونجا حاضر نشد، هر چی پیگیری کردن جواب نداد، فقط یک اس ام اس فرستاد که به من گفته شده که تظاهرات ملغاست و کنسل، بنابراین در محل حاضر نشد. حالا شما فکرشو بکنید، برنامه میخواد شروع بشه، سنی وجود نداره که دیگه واقعا به همت خواهرای برادرایی که اونجا بودن، برخیشون الان از همین دوستان منم که اینجا هستن بودن اونجا، به همت اونها در واقع با یک شرکت دیگه‌ای که یک کفی با خودش آورده بود برای وسایلی که آورده بود با اون صحبت کردن. این کفی رو اگه دیده باشین به صورت سن اونجا گذاشته شده، طوری که لدی که پشتشه لد متناسب با اون نیست دیگه، چون این متناسب با یک سن دیگه بوده. بنابراین تونستن مثلا مسئله رو اینجور حل کنن، کما اینکه موارد دیگه لوجستیک هم به همین ترتیب که من مثالاشو الان بهتون نمیزنم. روز شنبه 10 تیر دیگه فرا رسید و تظاهرات با ابعادی که شاهدش بودید خلاصه برگزار شد، اما ناگفته نمونه که پرفکتور باز هم اینجا در واقع کارشکنی‌های خودش رو کرد. اعلام کرده بودن تو دادگاه که 960 تا پلیس باید حضور داشته باشه که ما هم گفته بودیم که خودمون اینها را با دوستان خودمون تامین می‌کنیم. در عمل هم در واقع
دو تا پلیس راهنمایی اومده بوده اونجا خیابونا رو بست و رفت. یعنی دیگه اونجا پلیسی که امنیت تظاهرات رو بر عهده داشته باشه وجود نداشت و تماما رودوش بچه‌ها بود که امنیت رو در واقع اونجا برقرار کردن. اما در مورد تجمع خودتون دیدید بیش از 500 شخصیت شرکت کرد که شامل 9 نخست وزیر و معاون رئیس جمهور، وزرای سابق، هیئت‌های پارلمانی همه شرکت کرده بودن. روشنی که حتما که اگر این مشکلات نبود قطعا هم به لحاظ تعداد و سطح شخصیت‌های شرکت کننده در تجمع و هم به لحاظ تعداد نیروی شرکت کننده در تظاهرات ابعاد متفاوتی داشت و کاملا کیفیت عوض می‌کرد. موضوع بعدی برای این دو برنامه مدیریت این برنامه‌ها بود. این دو تا برنامه خوب همزمان شد. همون روز دادگاه که توضیح هم دادن، همون روز خود شنبه دادگاه هم برقرار بود و انواع اقسام کارهای دیگه. خب با توجه به گستردگی امکانات، الزامات انسانی زیاد، هماهنگی‌های بین دو تا برنامه، این مدیریت ویژه می‌خواست و تضادهای بسیار زیادی داشت. یه قلم فقط برای اینکه ابعادش یک ذره مشخص باشه، ترتیب برنامه سخنرانی‌های این روز 50 بار عوض شده بود، فقط یک قلمش. همینجا این نکته دیگر هم بگم که خب ابعاد این کهکشان بسیار زیاد بود در هر زمینه نیرویی سیاسی، ولی عموما توی صحبت‌ها فقط روز شنبه برجسته شد، یعنی روز شنبه که یک تظاهرات بود و یک تجمع، در حالی که روز جمعه دو کنفرانس در واقع در پاریس برگزار شد که این دو کنفرانس ابعاد سیاسی گسترده‌ای داشت. یک کنفرانس مقامات دولتی سابق بودند، 4 تا پنل بود، و کنفرانس دوم هم که به موازات اون داشت برگزار می‌شد در واقع نمایندگان کشورها بودند که خواهر دولت مسئولیتش رو داشت. برخی از دوستان از اون جلسات می‌گفتند که باید ما اینها رو به صورت کتاب در بیاریم، یعنی بحث‌های محتوایی بسیار غنی در اون دو تا کنفرانس صورت گرفته بود. علاوه بر همه پارامترها که گفتم، یک پارامتر دیگه‌ای که وجود داشت موضوع اشرف و تحولات اشرف و همچنین درگیری‌های داخلی فرانسه که کار رو پیچیده‌تر کرده بود بر ما. درگیری‌های داخلی فرانسه بهانه مضاعفی شده بود که فرانسه در واقع با این آتو بیاد برگزاری تظاهرات به لحاظ امنیتی مشکل برش ایجاد کنه. به شخصیت‌ها، برخی نماینده‌ها گفته بودند که این گرد همایی تظاهرات امنیت نداره و تو شرکت نکنید. یه عنصر منفی دیگه در واقع دم تعیین بود. ما نمی‌دونستیم بالاخره می‌تونیم تظاهرات برگزار می‌کنیم یا نمی‌تونیم، اجازه میدن یا نمیدن. مستمر این شعوق مختلف روی میز بود که انشالله مسئولین کشور رو براتون بگن، که فکر کنم مستمر این بحث ها رفت و برگشت داشت. بسیاری از پروازها به همین خاطر کنسل شد به خاطر این عدم تعیین، و اگه دیده باشین تا حتی هفته آخر محل تظاهرات رو هم از سیمای آزادی اعلام نکردن، یعنی وبان هم اعلام نشد تا همین هفته آخر. اما چون خیلی الان کارشکنی ها رو گفتم، در مقابل همه این کارشکنی ها و چالش ها ما سرمایه تشکیلات رو داشتیم که دشمنم از اون بسیار وحشت داره. تشکیلات انقلابی با آمادگی و انگیزه بالای مسئولین و اشرف نشون‌ها که جنگدها سرنگونی رو بی‌شکاف انتخاب کرده بودن و حقیقتاً تو کارزار یک سال گذشته از نظر سیاسی، تشکیلاتی، ایدولوژیک و عنصر انقلابی در همه صحنه‌ها حضور فعال داشتن و چندین مدار در جنگ با رژیم ارتقا پیدا کرده بودند که بسیار واقعا شایان سپاسگزاری بسیار عظیمیه. از نظر مطبوعاتی و کار در فضای مجازی، با اینکه مسئله 1 تا 100 فرانسه آشوب‌ها و درگیری‌های خودش بود و محاصره مطبوعاتی هم که همچنان که دیدید علیه آلترناتیو انقلابی، به ویژه سانسور بزرگ قرن توسط این رسانه‌های فارسی زبان همچنان برقراره، با این حال تو مطبوعات انعکاساتی وجود داشت. خبرگزاری فرانسه چند گزارش در واقع منتشر کرد از تظاهرات و گرد همایی. فیگارو یک مقاله توی سایتش و یک مقاله کوتاه و پرمحتوا در فیگاروی کاغذی داشت. واشنگتن تایمز، فاکس نیوز، بسیار از رسانه‌های آمریکایی، برخی از عربی هم این مراسم رو
منعکس کردن. در فضای مجازی هم یه پوست شکنیایی وجود داشت که نیاز به در واقع گزارش جداگونه‌ای داره که بعداً به شما میدن. در آخر طبق معمول نیازی به توضیح نداره که من اشاره بکنم به مشکل مالی توی این کارزار که مانع اصلی و بسیار کند کننده بود. در برخی قسمت‌ها به دلیل عدم تعیین چندین برابر هزینه شده و الان بدهی‌های گسترده‌ای داریم که از همون روز صحنه کهکشان در واقع جبرمون بود که کارزار مالی اعلام کنیم که اشرف نشان‌ها در جریانند که بتونیم پرداخت بدهی‌ها رو شروع کنیم. اما واقعیت اینه که اونچه که به دست اومد که یکی از دوستان برادرمون کاک بابا گفتن که شیرینی‌های بعدیش در واقع مهمه، ولی این یک دستاورد بزرگ برای نبرد سرنگونی بود که بدون مسئولیت پذیری و تعهد پذیری مجاهدین و اشرف نشون‌ها و انتخاب‌های بیشکاف و بار برداشتن در ده‌ها جبهه امکان پذیر نبود، چیزی که همه ما در مکتب انقلاب خرمریم آموختیم و از این بابت واقعا خدا را شکر می‌کنیم و ازشون بسیار متشکریم. طولانی صحبت شد، معذرت می‌خوام، اما جمله آخرم هم بگم. من در اینجا فقط گزارش دهنده بخشی از زحمات انبوه مجاهدین و مقاومت اشرف نشان‌های بی‌نام و نشانی که با تلاش شبانه روزیشون این کهکشان رو میسر کردن بودم. از همه اونا، از شما قدردانی می‌کنم و طبق معمول از همه برای برپایی کهکشان‌های بیشتر در همه زمینه‌های سیاسی، نیرویی، مالی، پشتیبانی در مسیر سرنگونی تقاضای کمک دارم. خیلی ممنون. با تشکر از خواهر بدری که گفتین، ولی به طور واقعی این کمیته و این تشکیلات فکر می‌کنم آزمایش بسیار جدیدی داشت امسال، همچنان که گفت در چندین و چند جبهه همزمان اداره چند مرکز فعالیت متناقض با فاصله با تضادهای گوناگون و متفاوت خودش یه کار جدیدی بود. به هر حال خسته نباشین شما و همه خواهران و برادران و همچنان که گفتین همه اشرف نشان ها. با تشکر. بله با تشکر از خواهر بدری. فکر کنم تا آخر نشست کلیه تعهدات ما زیاد بشه. لیست تعهداتتون میره بالا.